بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان، ما اون موقع که انقلابی بودیم سیاست ورزی رو نمیدونستیم. ای کاش الان بچه های چپین یاد بگیرن ما با دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مخالفیم. این باید عوض میشه. چه شکلی میشه عوض میشه؟ انقلاب مجدد امکان در شرط کنی نداره. یعنی انقلاب دوران سپری شده، انقلاب ها شکل دیگر پیدا کرده، شکل مسلط‌آمیز تدریجی. اصلا همون دوره هایی هم که انقلاب رو ما هیچی میکردیم بد هیچی میکردیم. دوران سختی فعالیت این بود که ما یک تصوراتی داشتیم در مورد آینده جهان سوسیالیسم و امیدهایی داشتیم، انتظاراتی داشتیم، آرزوهایی داشتیم، اونجوری که ما میخواستیم تحقق پیدا نکرد. من کوچکترین تردید در ذهنم ندارم که جمهوری اسلامی از بین میره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حکومتی است غیر علمی، غیر طبیعی و نامتجانس با خواسته های مملکت. تو سرزمین منی، در منی که در سفرم، منم که میروم اما تویی که میبریم. هنوز که هنوز حرفامو میزنم، خیالم ندارم از سر سوزنی از حرفایی که اعتقاد دارم بهشون پایین بیام. اونا هم حرفاشونو میزنن، حالا یا به یه حدی میتونیم تا یه حدی با هم راه بیایم، اگر نه جدله و جدل راه زندگیست برای پیشبرد یه سری از حالا اگر یه همچین چیزی پیش اومد من گزارش کرده خودم میفرستم به زندان اوین که باشم صحبت کنه. اگر اجازه بدن. نیاز رو نفتم کتالی آیت الله ارتش چی کار میخواد بکنه؟ او ارتش هیچ نگران شد. من راجب ارتشم به صورتم دادم بهتون میگم نگران نباشید. یک دفعه در اتاقم باز شد و یک جوان خوش قیافه ای وارد شد و گفت من شاپور بختیار هستم. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما و تبریکات سال نو میلادی. با فرارسیدن سال نو 2016 میلادی، 37مین سال استقرار حکومت جمهوری اسلامی نیز آغاز می شود. بد نیست بدانید که روز 4 ژانویه یعنی 15 دی ماه مصادف است با آغاز نخست وزیری 37 روزه شادروان دکتر شاپور بختیار. این درست است که پادشاه ایران از روی اجبار تن به نخست وزیر دکتر بختیار داد، اما باید در نظر گرفت که این انتخاب نیست در آن روزها آخرین شانس دستیابی به حکومت مردمی و دموکرات بود که ملت ایران طی سالها در پی آن ثانیه شماری میکرد. امروزه اکثر صاحب نظرهای سیاسی و اجتماعی ایران قبول دارند که با عدم موفقیت دکتر بختیار در برقراری حکومت دوران بحران، بزرگترین شانس ملت ایران از دست رفت. یعنی سرنوشتی را که ما امروز دچارش هستیم زاده همان ناآگاهی ملت ایران در روزهای بحرانی سال 1357 است. دورانی که هشدارهای دکتر بختیار نادیده گرفته شد و جو انقلابی امان ملت را بریده بود. معتقد به این نیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری می شد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟
من تعجب میکنم تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما. بعد از 7 سال فقط یه آدمی چهار کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه. معاذ، و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5,000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150,000 نفر. در ارتباط با آن 37 روز صحبت بسیار فراوان است، ولی یکی از دستاوردهای تابستان داغ 2015 شانس دیدار با 3 تن از یاران آن زنده یاد است. دیدار با 2 وزیر و همچنین معاون دکتر شاپور بختیار در شهر پاریس. از این رو به مناسبت نزدیک شدن سالگرد روزهای بحرانی سال 1357 و بررسی این شکست تاریخی، طی چند هفته آینده می نشینیم پای صحبت 3 تن از یاران مرغ طوفان که از ایل بختیار بود و در راه وطن پرستی چون پدر خود جانش را نیز نثار کرد. آغاز می کنیم با وزیر بهداری او دکتر منوچهر رزمارا، برادر تیمسار رزمارا که نخست وزیر حکومت پادشاهی بود و در همان دوران توسط فدایان اسلام ترور گردید. دکتر رزمارا پس از شکست بختیار در امر حاکم کردن قانون، در زمانی که کشور از دست رفته می نمود، مانند اکثر دیگر همیاران او به پاریس آمد و تا همین چندی پیش به تبابت مشغول بود. به پاریس می رویم و باقی ماجرا را از خود ایشان می شنویم. آی دکتر از ما را خیلی خوشحالم که اینجا در پاریس خدمت شما میرسم. آی لیماده ایخبنده، خیلی خیلی خوشحالم با شناسایی که این سالهای اخیر در خدمتتون از کنم. همیشه داشتیم و محبت و لطف کردید و تشوردید در مزار زندیات مرغ طوفان و سروش کتیبه. هر سال شما را زیارت کردم و بعدم مصاحبه هایی که با خود دکتر بختیار کردید که من همه را دیدم. جناب عالی، واقعا یکی از ایرانیایی هستید که در این ماجرای انقلاب و بعد از اینکه دکتر بختیار آمد در پاریس، جناب عالی واقعا نهایت احساسات ملی و علاقتون رو و ارزشی که برای دکتر بختیار قائل بودید به خود نشون دادید و من شاهد این هستم و بسیار بسیار خوشحال و سپاسگزارم. و به خصوص امروزم که محبت کردید، دعوت کردید منو در از کنم هتلی که در اون ناحیه است که من تمام جوانیم رو اینجا گذروندم، درست اونور بولوار سن ژرمن دانشکده پزشکی است که من 13 سال بر حال عمرم رو در این ناحیه گذروندم که خاطرات جوانی از کنم. خب کارت لاتن و پاریس چیزی بی همتایی است. شما از چند سالگی اینجا تشریف داشتید؟ من وقتی که 18 سالم نبود، در من متولد سال 1932، جوان 1932 هستم، یعنی 1311. صحیح. من 18 سالم نبود که منو فرستادن اینجا در پاریس برای تحصیل پزشکی. پدر شما بیشتر تاکید داشتن برای این کار؟ الان خدمتتون میگم که ما فامیل اون البته فرانکوفونه، چون خب پدرم که فرانسه میدونست و برادرام همینطور، و به خصوص سپاه و دزمارا میدونید سنسیریان بود، از سنسیر سپاه و دزمارا برادر بزرگ من آخرین برادر فامیل هستم. صحیح. و از مراد از فارغ التحصیل دانشکده نظامی سنسیر بود. در حال حاضر خدمتتون عرض کنم که یه فامیلی بود که در حال فرانکوفون بود. بله. من وقتی که تحصیلم تمام شد، دیپلم سال ششم رو گرفتم، ششم طبیعی رو گرفتم، میخواستم که وارد نظام بشم، چون ما فامیل اون نظامی هستن، فامیلی که پدرم انتخاب کرد رزمارا به این علته، چون جد ما، پدر بزرگ من، پدر من، اینها همه در ارتش های ایران
به اصطلاح شاغل بودن. بله از زمان قاجار اولین فرمان سرهنگی پدر من رو ناصرالدین شاه داده بود و ایشون فرمانده فوج توپخانه ناصری توپخانه ناصرالدین شاه بودن و بعدم پدر من دیگه تا آخر سلطنت قاجاریه یعنی در زمان احمدشاه کفیل وزارت جنگ در دولت مرحوم مشیر دوله بودن توجه کردی و بعد وقتی که شاتوان رضا شاه آمدن و اون اصلاحات رو شروع کردن و ارتش نوین رو پایه‌گذاری کردن از افسران تحصیل کرده اون زمان سه نفر رو انتخاب کردن چون پدر من به درجه امیر تومانی رسیده بود در زمان احمدشاه سه نفر رو ایشون برای این اصلاحات ارتش و ارتش نوین انتخاب کردن یکی شادروان تیمسار جهانبانی بود که سرهنگ بود تیمسار محمد نخچوان امیر موثق که سرهنگ بود و پدر من شادروان محمد خان امیر تومان رزمارا که اینا رو سرهنگ کردن بعد تیمسار جهانبانی شد بعد سرتیب رئیس کل ارکان حرب در ابتدای مثلا که بزرگ به قدرت رسید تیمسار نخچوان محمد نخچوان شد سرتیب مربی والا حضرت ولایت عهد یعنی محمد رضا بله. و رئیس کل مدارس نظام و پدر من سرهنگ محمد رزمارا شد رئیس کل مدرسه صاحب منصبی یعنی دانشکده افسری یعنی این بود که وقتی که من چشمم رو در این فامیل باز کردم فقط یونیفرم نظامی دیدم در نتیجه منم میخواستم برم به نظام من وقتی که تحصیلم که تمام شد ششم طبیعی رو گرفتم و اینها شادوان سپاه رزمارا هر شب جمعه میامد به دیدار پدرمون که ما منزلمون در اون محله سرچشمه بود بله. اون محله قدیمی سرچشمه بله. یه سری منزلایی بودن که از منزل مرحوم مرحوم سراج الملک شروع شد بعد از اون مسجد محمودیه بود بعدش منزل ما بود بعد از منزل از کنم برادر قوام سلطنه بود که حالا اسمش یادم رفته و بعد فولادیا و عرض کنم که امیر طهماسب و اینا منزلای بودن که آب روون می اومد از توش رد می شد قلعت حاج علی رضا بعد از منزل ما معتمد سلطنه بود برادر مرحوم قوام سلطنه و شبای جمعه چه وقتی که ایشون رئیس ستاد بودن یا وقت حتی نخست وزیر شدن می آمدن به دیدار پدرشون و از کنم با این که یه آدمی بود چه پدر ما واقعا یه دیسیپلین نظامی در فامیل داشت اولا تو به هیچ کس از بچه ها نمی گفت توجه کردی من هیچ وقت جلوی پدرم خوابیده نبودم یه دفعه من خوابیده بودم که ایشون اومد توی منزل های سه چهار تا منزل بود بیرونی و اندرونی و خلاصه اینا که من خوابیده بودم چون مریض بودم اومده بود عیادت من تیمسار از مرا وقتی میمد دیدن پدرش بدون اجازه نمیشست و پدرم هم بهش تیمسار میگفت توجه کردید به حال آمده و دیدار پدرمون به پدرم گفته به تیمسار منوچهر دیپلمش گرفته و میخواد وارد ارتش بشه بعد تیمسار گفتن که به چرا میخواد شما وارد ارتش بشید گفتم من دیگه در تمام چیزی که چشمم باز کردم یونیفرم نظامی دیدم من میخوام وارد ارتش بشم بعد و گفت نه به اندازه کافی در فامیل نظامی هست دیگه احتیاجی نیست که شما پزشک لازم داریم بعد منم هنوز اون به اصطلاح مراتب چیز اونطور رایت کردم گفتم ولی تیمسار من میخوام وارد بشم این خنده ای که شو تیمسار از برون خیلی مؤدب و متواضع بود زبان زد بود برگشت به من گفتش که در حال تا زبانی که من هستم جناب علی در ارتش تشریف نخواهید آورد دیگه من حساب کار خودم رو کردم فرمان بود بله گفتش که خب پس چیزی گفتم بسیار خوب من میرم پس طب میخورم گفت بسیار چیزی خوب گفت من دستور میدم به غضنفری که آجیدانش بود سرهنگ غضنفری آجیدانش بود در ستاد ارتش همون آقایی هم که نخست وزیر شده بود با خودش برده بود اونجا بود به هر
گفت من دستور میدم که شما برید، میخواید برید امریکا یا برید فرانسه. گفتم نه، من چون فرانسه خوندم و اینا و همه طولم فرانسه بیزونید میرم باش. گفت پس من دستور میدم که شما برید به فرانسه در پاریس و جا دیگه. این بود که بعد سال 1329 یعنی 1950 وقتی که تیمسار از مران نخست وزیر بود، من از کنم که روز 17 اکتبر 1950 وارد پاریس شدم و بودم تا عرض کنم که دسامبر 1962 یعنی شروع 1963، 18 سالم نبود که آمدم، وقتی برگشتم در حدود 33 سالم بود. تحصیلاتتون تموم شد؟ تمام تحصیلاتم با اینجا در همین اینجا در دانشگاه پزشکی کردم. وقتی هم وارد عرض کنم که ایران شدم، دیگه مطب خصوصی رو دایر کردم در خیابان تخت جمشید. وارد تدریس دانشگاه شدم به عنوان مدرس در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران، چون بخشی که به من در سازمان بیمه اجتماعی داده بودن، بخش قلب، توسط دانشگاه پزشکی دکتر حفیظی به رسمیت شناخته شد، دانشجو فرستادم. دیگه مدرس بودم تا اونجا، تا زمانی که در 1344 یا 45 در دانشگاه ملی تغییراتی شد و عرض کردم که تمام فرانسوی تحصیل کرده ها رو گذاشتن اونجا و پروفسور پویان شد رئیس دانشکده، بعد رئیس دانشگاه. دیگه من بودم اونجا در دانشکده پزشکی استاد شدم و رئیس دپارتمان شدم. اینا دو دفعه هم در هیئت مدیره نظام پزشکی ایران، چون تنها انتخاباتی که واقعا رأی مردم بود، در هیئت مدیره نظام پزشکی دو دفعه انتخاب شدم. دیگه عرض کنم که در همین سنوات بود، در 1343 فکر بکنم 43 بود، یکی از پزشکان قدیمی یادش بخیر شادروان دکتر محمد غربی که وقتی من بچه بودم خود من معالجه کرده بود، این یه روز به من تلفن کرد، گفت فلانی من یه دوستی دارم میخواد بیاد که شما ایشونو ببینید، قلبشو یه چکاپی ازشون بکنید. این آقای دکتر شاپور بختیار، آقای دکتر شاپور بختیار وقت گرفتن از سکرتر من آمدن مطب، بنده ایشون رو امتحان کرده و اینا. این شروع شناسایی من با بختیار. ناراحتی نداشت دکتر بختیار؟ هیچی. و بعد این جریان باعث شد که ما با هم آشنا شدیم و چون خب اونم عرض کنم که میدونی چکیده کلتور فرانسه بود، درسته، خانمش هم فرانسوی بود که البته بعد اون موقع دیگه طلاق گرفته بود، منم که خب اینجا چکیده حالی فرماسیون اینجا رو داشتم و با هم آشنا شدیم. اینا در تمام این طول مدت ما دیگه هر روز هر هفته بیشتر با هم آشنا شدیم و بعدم 4-5 نفر بودیم، هفته یک مرتبه لااقل میرفتیم از منظریه به پیازچال و توچال و از کلم کلکچال و حتی یکی دو مرتبه در سال تا توچال ما میرفتیم. دیگه ما خیلی با هم آشنا شدیم، خیلی من در این خطوط اندیشه های بختیار واقعا وارد شدم و میخوام بگم که واقعا ادپت کشیده شدم به این مکتب بختیار و اندیشه های بختیار. دیگه تا زمانی که در حدود سال های 1355 و 56 و 57 اون دگرگونی ها که شروع شده بود دیگه با هم بودیم تا زمانی که عرض کنم که ماه دی و بهمن 57 شروع شد و من عرض کنم که با هم بودیم. دکتر بختیار میدونست که در اون جو در حال تغییراتی در دولت خواهد بود و به هر حال یکی از سران جبهه ملی مسئول تشکیل دولت خواهد بود. این بود که دیگه در جلسات من تمام شرکت میکردم. من البته اینو تکرار بکنم جناب لیمونادی، بارها تکرار کردم، من هیچ وقت خوشبختانه عضو جبهه ملی که این رو اسم جبهه ضد ملی من میگم، برای اینکه واقعا نامردی که جبهه ملی در 1357 کرد و اون خنجر خیانت به قلب بختیار زد، این نابخشودنیه. به هر حال من در تمام این جلسات بودم و بعد ماه دسامبر 1978 چون خانم فرانسوی بود اینجا بودن با بچه هامون، می آمدم برای دیدن اینها و گذراندن عید کریسمس
و به اصطلاح سن سیلوستر سال رفت باز بختیار خداحافظی کنم، گفت در این موقع کجا میری؟ چون خودت که میدونیم تغییراتی خواهد بود، به هر حال یکی از ماها به احتمال قوی ممکنه دکتر صدیقی یا خود من مسئول تشکیل کابلی شد و تو باید بیای با ما کار بکنی، با شناس هایی که با هم داشته با اینها، یا در دولت دکتر صدیقی من یعنی اون میشم وزیر دفاع یا وزیر خارجه. بله. و تو میای در حال با من کار میکنی. بله. من خداحافظی کردم، گفت کجا میری در این موقع؟ گفتم ولا شاپور خان من میرم به پاریس. بله. هر موقعی که شما به من تلفن بکنید من بلا فاصله بیام. این بود که من آمدم اینجا روز 23 دسامبر رسیدم، کریسمس رو با خانومم و اینا گذروندم، روز 29 بختیار به من تلفن کرد که تو باید فوری بیای تهران و اینکه جوری شده که دولت خود من تشکیل بدم و تو بایستی که بیای هر چی زودتر. اینا شما رو تا اونجایی که میدونم به عنوان وزیر بهداری انتخاب کرد. بله. بعد اینم گفت اگر تو تونستی بیای سعی کن برای پیرمرده رو در نفل و شاتو ببین. بله. این راجب این دیدار رو منم خیلی صحبت ها شده است و اینا، ولی بارها من گفتم حقیقت اینیست که الان خدمتون میگم. بله. به من روز 30 دسامبر با یه وسیله‌ای که مربوط به یکی از این پسرای مرحوم قاسمی که اونم جبهه ملی بود و مریض انفاکتوس کرده بود در ایران و من معالجش کرده بودم تو بخش خودم، قاسمی بود، فرهنگ قاسمی، با اتومبیل این ما روز 30 دسامبر رفتیم به نفل و شاتو. وقتی که به اونجا رسیدیم دیدیم که چه بساطیه، چه میزانسنیه، پر اتوبوس هاییست که از تمام اروپا آمدن و 200-300 نفر اونجا هست و یه کوچه هست قسمت پایینش اون خونه محقریش که منزل خمینی بود، یه بالا از پله‌ها بالا میدن که الان این جزء بلکیست که اینا خریدن. بله. همینی که الان نفل و شاتو روزهای انقلاب اونجا مراسم میگیرن اینا، اونجا بود که زیر اون درخت سیب نماز بخونده اینا، تمام این داردسته اونجا بودن همشو، بنی سعد بود، یزدی بود، نواهای خمینی بودن، آقای رمزی کلارک بود، بنی سعد بود، قطبزاده بود، اینا تمام اونجا بودن، این آیت الله منتظری اونجا بود. من وقتی که دیدم اونجا اینجای برای دیدن یه همچی آدمی، دیدم یه آدمی آخوند خیلی بلند قامت برازنده بهش میگن آیت الله اشراقی، داماد خمینی. بله. من همون منزل سرچپی که بودم، مرحوم پدرم یه محضری بود درست روبروی خونه ما، یه آقایی به نام اشراقی که محضردار بود با پدرم هم محشور بود. من اینجا که شنیدم رفتم پلوی این آقای اشراقی، اینم زبدم بهتون بگم آقای دیبونادی، که اون روز روزنامه لوموند لیست وزرای بختیار رو نوشته بودش و من لوموند رو دارم. رفتم پلوی آقای اشراقی گفتم آقای طلا من فلانی هستم، امشب برمیگردم تهران، خیلی میل دارم حضور حضرت آیت الله خمینی شرفیاب بشم و بعد با این وضعی که من میبینم مثل که هفته ها اگر بشه، این نگاهی کرد و گفت شما با مرحوم حاج میرزا محمد خان رزمارا امیر تومان چه نسبتی دارید؟ گفتم ولی آیت الله من آخرین فرزندشون هستم. یه فکر کرد و گفت من میرم ترتیب. باور کنید آقای لبنانی رفت 5-6 دقیقه بعد گفت بیاد. این وقت بنده رو با عرض کنم که همین پسر قاسمی، فرهنگ قاسمی، با یه نفر دیگه مرحوم سطیب سطوتی بود، رفتیم تو خونه پایین و نشستیم روی زمین. یه اتاق خیلی معمولی محقری بود، یه پرده هم آویزون بود که به نوع یه اتاق پشته بوده. دو سه دقیقه بعد پرده رد شد و آیت الله خمینی آمد. آمد نشست و ما پا شدیم و عرض کنم که دست شاور جلو همه ماچ کردن نشستن و اینا. اونجا
البته کسانی که آمده نشستم غیر از ماها قطب‌زاده آمد نشست، این آخوند غفاری قاتل، بله، قاتل این آمد نشست، عرض کردم که مثل این که یزدی آمد نشست که قطب‌زاده یاد داشت بکن. من شروع کردم به صحبت کردن اینا و گفتم که من حضورتون شرف شب شدم، چون من شب برمیگردم ایران، مملکت در وضع خیلی وخیمی قرار گرفته، اینا خواستم ببینم که نظر آیت الله چیه. شروع کرد صحبت کردن که هیچ نگرانی نیست، من تمام دستوراتمو دادم اونجا و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و هیچ کسی هم در مقابل امت مسلمانی که جمهوری اسلامی خواستار اعلان کرده نبایستی بود. من گفتم بله بسیار خوبه، ولی خوب آیت الله تا زمانی که حالا تشریف بیارید به حال مملکت بایستی که، چون من میدونستم که این حتما این آقا رفته گفته و لیستی هم که لباندوده بهش گفتن، گفتم ولی خب برای تا زمانی که آیت الله رو تشریف بیارید اینا، خب مملکت بایستی که اداره بشه، وضع وخیم خیلی حساسه. گفت هیچ نگران نباشید، من دستوراتم دادم، هیچ نگران نباشید. باز من از مذارت میخوام از روز نفتم، گفتم ولی آیت الله ارتش چیکار میخواد بکن؟ گفت ارتش هیچ نگران نباشید، من راجب ارتشم دستوراتم دادم، بهتون بگم نگران نباشید. گفتم ولی خب، باز من گفتم ولی خب آیت الله، در همین مدت یه زمان گذری وجود داره. گفت من که به شما گفتم که اصلا هیچ مطلبی نیست، تمام دستورات تمام تصمیمات گرفته شده هستش. بعد یه دفعه فکر کرد و اینم برای من پیرن عثمانی کردن، دستک دنبکی کردن. آخیرا شما اگر برید روی از کنم این فیسبوک و اینترنت و اینا، تمام این چیزها رو میبینید، مصاحبه که با من کردن، یه مقدار تشکر و تجلیله، یه مقدار رو از کنم فحاشی و اینا نسبت به من هست. حالا بگذاریم، یه فکری کرد و گفت یکی از برادرهای شما یک خدمت بزرگی به اسلام کرده، یک قطب‌نما درست کرده. حتی حالا بعضی ها خیال کردن سپه برادر، چون برادر بزرگتر از سپه برادر از مارا سرتیب حسین علی رزمارا بود، رئیس دایره جغرافی های ستاد ارتش، یک قبله نما درست کرده بود، چون ریاضیدان بود، تمام شهرهای دنیا چون یه زاویه یه نسبت به جهت قطب و مکه یه زاویه هست، همه قد حساب کنید تمام اینا رو شما وقتی میذاشتید. گفتم خب آیت الله من میرم تهران و اگر که دستور بفرمایید من فوری براتون بزنم. گفت این احتیاجی نیست، یعنی به من گفت من خودم دارم میام. این بود که من دیگه خداحافظی کردم و اینها آمدیم و عرض کنم که با همون وسیله آیت الله اشتاقی رفتم تشکر کنم. همون موقعی بودش که چیز آیت الله داشت میرفت به اون زیر اون چیز درخت سیب که نماز بخونه، یه عکسی گرفته شد، چون اون روز اونجا یه خبرنگار لوموند هم اومده بود، اونم تمام لیست داشت. گفت من امشب میرم به چیز تهران و بسی که شما با این هواپیما، آخرین هواپیما ایرفرانسه، چون هندشم این بود که من عرض کنم که روز 29 قبل از این که بیام به لفت شطور رفته بودم به ایرفرانس برای دیرکتور ایرفرانس که جا به من بدن که برگردم، که نبود اینا. من به دیرکتور گفتم من باید برگردم، که برگشت به من گفت آقای دکتر همه دارن میان، شما میخواید برید؟ گفتم من مجبورم برم. این بود که یه جای استثنایی هست کنم که به من در آن هواپیما داد. و این خبرنگار لوموند که عکسی گرفته بود، که قرار شد این عکس رو که من دارم میام دقیقت پشت خمینی افتاده، اینم برای من پیرن اسبور کردن، گفت اینم برای تو که بعد برای من فرستاده، اینو گفت من تهران برای تو میفرستم. به هر حال من عرض کنم که برگشتیم به پاریس با همین وسیله این آقای فرهنگ قاسمی،
که اشراقی از من گفت میتونید اگر ممکنه این آقای بنی صدر بخواد بیاد پاریس برم ببر. بنی صدر آمد در اتومبیل نشست و توی اتومبیل تقریبا ما مشاجره بون با هم گرفت، چون شروع کرد حمله کردن به بختیار، چون بختیار دیگه بود. و حال جناب لیبونادی، این در حقیقت ماجرایی بود که دیدم. من وقتی که رسیدم به تهران دیدم که شیرازی مملکت اصلا پاشید است. من مهرآبادی رو که قبلا شناخته بودم دیدم اصلا این اون مهرآباد نیست. من از اونجا تلفن کردم به بختیار، گفتم طبق دستوری که به من دادی من آمدم و الان گفت مهرآبادم، برم منزل خودم یا خودت؟ گفت نه، فوری بیا اینجا، من اینجا وسیله برات میذارم که خودت درست چه کنی اینا، که من فوری تو رو از کنم که ببینم کار دارم. من از همونجا تاکسی گرفتم و رفتم به عرض کنم که این چیز منزلش در همون فرمانیه که تشریف آورده بودی، همون منزلی که ریختن و غارت کردن. من که رفتم اونجا دیدم از اون پلان هم تشریف آورده بودی اونجا، این منزل خیلی قشنگی بود، خیلی معمولی یه اتاق بزرگی داشت و یه زیرزمینی درست کرده بود تقریبا به صورت این چیزای ایرانی و این اشعار حافظ مجلش بود و این خط این شعری که در جلالیه خونده بود، روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم، اینم جز چیزا در اون حوض خونه عرض کنم که بود. در طبقه همکف یه اتاقی بود و اینا و یه پله‌ای می‌خورد و می‌رفتیم بالا، اتاق خودش بود و این کتاب خودش. من رفتم اونجا دیدم که تمام وسایل اینا رو گذاشته، نشستم اینا و گفت این لیست دولته. من لیست دولت دیدم و گفت که به هر حال 11 نفریم و کسانی که من خواستم نیامدن، به هر حال شما هستید و باید بیاد. گفتم والا من وقتی که رفتم نفل و شتو اونجا دیدم رمزی کلارک نشسته و با این کسافت تو تلفن از پاریس بهش گفتم این کسافت کاریایی که دوست تو کردین وضع از دست رفته است. به من با اون لهجه لوریش گفت از همین پاریس که من بودم، گفت منو چرا؟ اگر وضع از دست رفته نبود کسی به من و تو مراجعه نمی کرد، باید مرد بود و آمد. که من از پاریس پیش گفتم من فردا تهران. من وقتی رستم به منزل بختیار و صبحونه داشته میخوردیم اینا، دیدم یه نفر آمد داره اندازه ازش رو میگیره. چیزی دو گفتم، گفتش که بیا اندازه تو رو بگیرم. گفتم اندازه من برای چی بگیرم؟ گفت باید ژاکت درست کنم. گفتم نه شاپور خان، این دولت در یک شرایط استثنایی معرفی میشه، کدوپی و ژاکت و اینا ما نداریم، دستمچ کردن نداریم. خیلی محترمانه من یکی نه ژاکت میپوشم نه دستمچ میکنم، ولی احترام میکنم، خبردار وای میستم، تعظیمم نمیکنم. که اینم اتفاقا باز یه مطلبی شد که بعد شاتوان تیمسار بدرهی یه گلگی کوچیکی به دکتر کرده بود، حالا بهتون عرض میکنم. به هر حال دکتر دیگه گفتم والا من پیشنهاد میکنم لباس سرمه‌ای، پیراهن آبی یا سفید و یه کراوات سرمه‌ای بزنیم. گفت تو من فکر خوبی و اگر که عکس‌ها رو ببینید نه کسی کدوپی داره نه ژاکت داره نه کسی. دکتر بختیار وقتی که معرفی کردن تعظیم کرد، کسی دست باشته کرد، یه نفر فکر میکنم یکی دو نفر از اون جلو من که رسید من خبردار بایستاده بودم و وقتی که معرفی کردن من تعظیم و اینا به سرم و پایین آوردم، اینا عکسایم هست. که بعد تیمسار بدرهی به دکتر گفت که دکتر از من را که از فامیل نظامیه چرا خیلی دکتر گفت این یه آدمی است که به هر حال این ترتیبه اینا، ولی نظری نداشت. منم خیلی محترمانه خبردار وایساده بودم. بله. سر پایین آورده بودم. عکسش اهل تا هستش. عکسش موجوده. بله، دیتوان. بله. آقای لازمارو، آقای دکتر لازمارو، من می‌خواستم از شما در ادامه صحبت‌ها بپرسم که خاطراتتون رو از اون 37 روز بفرمایید. ولی قبل از اون یه سوال کوتاهی دارم. در موقعی که پدر شما ترور شد، برادر من. ببخشید، برادر ببخشید. در موقعی که برادر شما ترور شد، شما کجا تشریف داشتید؟ من پاریس بودم. من درست خوب یادم میاد من سال اول پزشکی بودم.
یعنی تهیه پزشکی بودم. منزل من در پاریس 17 بود. اون نزدیکی توی خیابان گراندرمه یه کوچه بود به نام برونل، تروابیس رو برونل. من اونجا منزل یک فامیل فرانسوی، چون اون موقع اینجا رسم برای این بود، دانشجو که می آمدیم می رفتیم شل فامی پختیکولیر می گفتن تو فامیل فرانسوی، هم برای فرانسه همینی که هم ارزان‌تر بوده اینا تا طوره. در اونجا من منزل یک فامیل فرانسوی از کنم زندگی می کردم. تهیه داشتم امتحانات پی‌سی‌بی، چون سال تهیه دانشکده پزشکی در دانشکده علوم فیزیک شیمی بیولوژی که سال بسیار مشکلی هم تقریبا کنکور بود معروفه. و من حالا اگر حمله بر خودخواهی نشه تقریبا میتونم بگم جزو نادر ایرانیایی بودم که همون سال اول از پی‌سی‌بی قبول شدم آمدم بیرون. من اصرا که این خبر به شما چگونه رسید؟ حالا عرض میکنم این خبر به این ترتیب رسید که من عصرا وقتی که خود کار چون خیلی تهیه خیلی مشکل بود عصرا پا می شدم در روز ساعت 5-6 از گراندرمه می آمدم می رفتم توی شانزلیزه تا رونپوان شانزلیزه که این باقای قشنگه را می رفتم و بعد باز پیاده برمی گشتم می آمدم می رفتم منزل. من رسیدم سر میدون اتوال، در اونجا یک کیوسک روزنامه فروشی هست، هنوزم هست. بله دیدم من. من اونجا که رسیدم فرانسوار، روزنامه شب فرانسوار بود، عکس برادرمو با یونیفرم نظامی سپهبدی دیدم. رفتم جلو دیدم بله نوشته که امروز در مسجد شاه تهران نخست وزیر سپهبد رئیس جنرال رزم را ایت اساسینه. این جور من خبردار شدم، مثلا نمیدونم چی شدم. در همون موقع یه برادر دیگری داشتم که کوچکتر از سپه و رزم را بود، من برادر آخری هستم، سرتیب حسن رزم را که اینجا معاون آتشه سرهنگ، حسن رزم را که بعد سرتیب و سرلشکر شد معاون آتشه نظامی بود، وابسته نظامی. اون در همون ناحیه اتوال، در کوچه اتوال کجا بود، رفتم منزل اون که دیدم بله اونجا بساطی دیگه، فامیل و آشناها اونجا هستن. اینکه سوال کردید در این شرایط من خبر قتل برادرم رو به هر حال ما میدونیم که در دوران حکومت محمد رضا شاه سه نخست وزیر اون توسط متعصبین مذهبی ترور شده. اولیش هجیر بود، دومیش تیمسار رزمورا بود، سومش حسن علی منصور که البته به علام سوء قصد کردن، در چه خیلی زنگنه وزیر فرهنگ رو کشتن، این موت شده بود. البته چون شما حتما نگاه کردید مصاحبه‌های من راجع به قتل سپهبد رزمورا، قتل سپهبد رزمورا خیلی بغرنج‌تر و کمپلکس‌تر از این مسائل بود. یه بک‌گراندی داره، یه زمینه داره. یه زمینه دیگری بود که تمام این مفصلاً هستش. دقیقاً. به ادامه گفتگو و تحقیقات مختصر ما در ارتباط با این شکست تاریخی ملت ایران در هفته آینده به این برنامه توجه فرمایید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.